قرار بود با ویزا و اجازه کار ببرنمون. نه من یکیو 100 تا مثل من پول خونمونو دو دستی از مادرم گرفتم، 4 دستی دادم بهش. اگه عکست خراب میشه میخوای یواشتر بره؟ نه راحت باشه. آتیش داری؟ دست در نکنه. باشه میشه سر را میگیرم. دست در باشه. حالا قسمت شما خارج اومدی؟ من؟ آره. نه چطور مگه؟ آخه داری از خیابونا فیلم میگیری؟ من اینجوری نگاه میکنم. خب پس پولا رو دادی بهشون و اونا هم در رفتن؟ بیچاره شدن. هست و نیستم رفت بباد. گفتم خودم خراب کردم، خودم هم درستش میکنم. زدم به یک کار، همون دفعه اول گن زدم، بار مواد رو دادم بباد. از سرس قاچاقچی هم گم و گور شدم. چند سال اگه گیرم یاوردن تیکه تیکه هم میکردم. ولی از شما چه پنون، هنوه هستا و یه خودم هم میترسیم. اینجوری شد. ای بابا، تو این شهر بیدر و بیگر کی به کیه؟ الو توران. آره دارم باشه میرم برش بزن. گفتم میرم واسه چند رقا سوقه بیاری هفته ایسته شب سر کار. این بچه طفل معصوم من بیلون سیف دخترمه سر به ناز اسمش. آخه زنده باشین. خب این شبا پس کی نگرش میداره؟ مادرم. میدونی آقا چی آتیشم میزنه؟ این که این مادر یک کلوم به من نگفت که پسر این همه سالا چی بود به سر ما آوردی؟ کاش میزد تو گوشم، کاش یه کاری میکرد دردم میومد. تازه بعد که برگشتم تمام این سالا ایدم دو شیفته کار کرده که خرج درس آبجی رو داداشم بده. خب من با اجازتون پیاده میشم دیگه اینجا. ببخشید سرتون رو درد آوردم. نه خوب بود. از ما فیلم میگرفتی؟ نه گفتی بعدا میگرفتیم. بفرم قابل نیم. باش خداحافظ. خداحافظ. سلام توبا خانم، دخترک ما چطوره؟ چیزی لازم نداری؟ باشه خداحافظ. کجا؟ کجا میری؟ هر جا بری. یعنی چی مسیرت کجاست؟ خودت بالاخره جا داری دیگه. پیاده شو. خجالت نمی کشه. پیاده شو. بچه زود خوابش میبره. تا با لگد ننداختمت بیرون پیاده شو. خیلی خوب بچه داغت تب داره، تا این سرا که میتونی منو برسونی؟
سیگار داری؟ بچه کجایی؟ که چی؟ داداش قرم ساق نداری سر غیرت بیاد؟ نه داداش دارم نمسله بیا نمیشم بابا نگرده بیخیال یه دختر تو همسایگیمون بود نگرده از 6-7 سالی که اومدن تو محل ما با آبجین محبوبه شدن دو قلوهایی به هم چسبیده نشستن لبه تخت مادرم گیساشونو میباف محبوبش حسودی میکرد بس که گیسای معصوم پرپش بود اسمش معصوم بود نگفتی بچ کدوم محلی من پیاده میشم نگردار مگه تبر نمیخوای بس بچهت داشتم میگفتم معصوم و محبوب میرفتم راه مدرسه یا محبوب خونه اونا بود یا معصوم خونه ما بود بعض شما نباشه معصوم خیلی دختر ماهی بود برخلاف داداش گوه دودیش من پیاده میشم نگردم بیا آتیش ندارم وقتی معصوم رفت محبوب مریض شد در به در دنبالش میگشت یه دفعه هم ردش رو پیدا کرد باز دوباره آب شد رفت تو زمین تای کمودش یه چیزی قایم کرده یه گیسه بلند بافته شده چیده شده مالا همون دختر همسایمون یه شب داداش بی غیرتش علکی گیر داد گرفتش به باد و کتک گیساش چید پرداش معصوم رفت که رفت ای خدا
سلام. به روی ماهت کشتی منو. دلم از طرف چقدر دیر کردی؟ مسافر در بسته داشتم. نکنی تصادف کردی؟ گیر نده دیگه تو بخوام. بگو سروناز بیاد کار دارم خستم میخوام بره. نصف شب ها خواب بچه شام نخورده خوابی. خب بذار بیام بیارمش. محبوبه کو؟ مونده بیش آبجیش. باز حمیده باش برش دعوا شده؟ نه بابا. عباس علی چیزی شده به من نمیگی؟ چیزی شده؟ این انقدر بی غیرتم که ولی سر داداشم بیاد راست اصرا برم. چون همین سر و نازت چیزی از من پنهون نکن. معصوم دیده معصوم خودمون دختر زهرا؟ آره. مگه کجا بود؟ چی کار میکرد؟ چی بگم؟ نگفتی آخه دختر این چه بلایی بود سر مادر بدبختت آوردی؟ مثلا خودش رو زد به اون را که من معصوم نیست. خب میخواستی آدرس چیز ازش بگیری مادرش بره سراغش. اون بهتر که نبیندش. ای بای داره آخر زمان شده مادرها باید دهار مورد زنده بچه هاشون بگیرم. کاغذشو دادی؟ چهار خط می نوشتی دیگه چی می شد؟ یکی پیدا کن اونجا به سرت بریز. کجا یکی داری؟ یک از آقای نشون زحمت بکشی یه نامه برای من بنویسی. بفرمایید. خواهش می‌کنم شما بفرمایید لطفا. چه جور نامه ای؟ یه عریضه باشه که بدم بهشون. تا حالا 10 تا نامه دادم. حالا میگن که باید یه دونم بدی به تامین اداره دایره اداره من یه وامونده ای. بفرمایید شما بفرمایید. مشکل شما چیه؟ بگین تا من بگم برای کجا باید بنویسی. مشکلم اینه که 9 ماه کارخونه حقوق ندادم. هی میرم هی میام هیچ کی جوابگو نیست که یکی جواب بده. ملتفت شدم. دایره حقوقی اداره امور باز نشستگان در من معروض میدارم. این جانب اسم شریف توبا مردانی دودانگه. یک کامیون دودانگه. شما رسمی هستید یا پیمانی؟ خدا بسرش ببین میگم واقعا دیگه نمیشه مصاحبه کرد چون من آمادگی شده دارم مجوز این مصاحبه را خودم دارم صادر. من چند بار تو اتاق خدمت شما عرض کردم مستند من راجع مشکلات ارباب رجوعه. به آمار و عمل کرده مسئولین هیچ ربطی نداره. تو شما دوربین رو روشن کن من ربطش میدم دیگه. من اصلا میدونین که آقای گودرزی با خیلی چیزایی. آها اینجوریه متوجه شدم. دهار خیلی ممنون آقای مجانی که اینقدر زود تکلیف من روشن کردیم. محمد جواد حلیمی هستم از صبح منتظرم مصده بشم. یه لحظه تشریف داشته باشه اگه معطل نمیشین یه چایی بخوریم من همه چی نه من معطل میشم آقای مجانی. گفتم اومده بودم با ارباب رجوع صحبت کنم که انگار اجازه ندارم. خود بنستون که ارباب رجوع که همش نکنوله میکنه. البته مشکلات همه جا هست ولی ما مسئولین میخواییم بگیم که
مردم باید مشکلات رو راه حلش رو تو خودشون پیدا بکنن، یعنی خودشون ارجاع بدیم. ارباب رجوع. بله توجیه جالبی، ولی ربطی به کار من نداره. یعنی با اجازهتون. آقا این بقیه نامه من شما زحمت نه. دو دقیقه تو کار دارم برمیگردم بقیهش رو مینویسم. از شما درد نه. آشه. خب. شیرنی هم میگیریم. هندونه رو دیگه وا بده دیگه. چند تا دست دارم من؟ دو تا ندرخل برای چی بزرگ کردم؟ بفرست اونا رو بگیرم. ماشینم کجا بود؟ ماشین ندارم که. نه امروز که نه، فردا نه، شاید شنبه شب آماده بشه. نمیدونم دیگه. باشه خدا. ببین اینا رو امضا کن، تو از صبح رفتی فیلم بازی، سیروفیا نایمده، همه اینا تلمبار شده. ببخشین کی شما رو صدا زدن؟ من تو نوبت بودم، فکر کردم که نوبتم دیگه. شما ای من صدا نزدیم. خب حالا کار چیه؟ این پرونده گزارش اتفاقی است که برای من افتاده. اوه چه خبر، من کار دارم. خودت بگو. بنده محمد جواد حلیمی هستم. سر جاتون بایستیم میگیم. اینجا خوبه؟ دل خوبه. بله. عرض کردم بنده محمد جواد حلیمی هستم، کارمند بازنشسته اداره کارپردازی سازمان برنامه و بودجه سابق. چند تا دست دارم؟ سابقه خدمات دولتی دارم. 15 سال هم هست که به شرف بازنشستگی. حاج خانم الان وقت بادمجون دلمه است؟ من چند تا دست دارم آخه؟ خیلی خوب میارم، 4 خونه هم. بله عرض شود که 3 ماه قبل دوچار مشکلی شدم که ناچارم به طور اضطراری به بیمارستان منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفتم. جراحی من تحت پوشش بیمه است، توجه داری؟ انگوش بزن. اما مشکل اینه که همونطور که عرض کردم به دلیل موقعیت اضطراری بنده رو به بیمارستانی غیر بیمه‌ای منتقل کردن. این نکته اینجاست، بستری شدن بنده مصادف شد با یکی از ایام بین و تعطیلین، در نتیجه اطلاع به بیمه موکول شد به قار. السلام علیک جعفر آقا. چی میگی؟ جعفر من پنجشنبه جمعه موندم، بدبختم، من کار دارم، من فردا ماشین میخوام. خسته نباشی، دستت درم. حالا شما چی میخوای؟ عرض کردم بنده بیمه تامین اجتماعی هستم به دلیل مشکلی که شرم حضور مانع از توضیح مشروعش میشه بماند، تحت درمان بودم تا اینکه نیمه شب ما قبل یک تعطیلی 2 روزه توجه داری؟ به حال مرگ میافتم و اورژانس جسم نیمه جان بنده رو به بیمارستان نزدیک خانه منتقل میکنه که از نحوست شانس خصوصی بوده. تا دوران جراحت و نقاهت از جیب خرج کردم و زیر بار قرض بستگان عیال مرحومه رفتم. خاموش کنید. بعد که مراجعه کردم برای تادیه هزینه بیمارستان، مسئول مربوط به بهانه تأخیر در اطلاع تقاضای نابجایی داشتن مبنی بر معاینه مجدد. بیادبی میشه گلاب روتون، معاینه مجدد اون موضع مخصوص که مورد اول عمل واقع شده. آقا جون شفافتر صحبت کن دیگه. ما ببین بعد یه دونه است. میام درش شد. برو اینه چونن کجا بودی زنگ زدم؟ آرشگاه؟
آرشگاه چیکار میکنی؟ مشکی برکلافی؟ بلوند از اونایی که من دوست دارم؟ حالا ویل کنم میبینم ات دیگه فردا میبینم ات جونم جونم گرفتار شدیم. شما دارین تشریف میبرین؟ نه پس میخوای تا آخر هفته باید ما هم گپ بزنیم. آقا میگم کار چیه؟ خلاصه کن. چشم. خلاصه میگم تلگرافی هم میگم. بنده حلیمی بازنشسته 308 ماه سابقه کارمندی 27 روز قبل تحت عمل جراحی اضطراری. هزینه بیمارستان خصوصی سرسام وام از بستگان و اقوام تقاضا از سازمان برای تادیه هزینه ها توجه دارین درخواست غیر اخلاقی کمیسیون برای معاینه مجدد موضع مخصوص و موضع میگفتی اونجاست آخو موضعتو مشخص کن بره دیگه چرا لفتش میدی یعنی جا بنده بعد از 6 سال و اندی خدمت صادقانه حالا برای اثبات حرفم باید جلوی هر کس و ناکس شلوارم رو پایین بکشم؟ ببین آقا جون میخوای بکش میخوای نکش قانون قانونه یا میخوای بریم من عجیبه ها؟ کجا؟ من دارم با شما حرف میزنم آقا گلگت نمی کنم که خب من چیکار بکنم وایستم به گزارش موضع شما گوش بدم؟ بنده از کله سحر اینجا نشستم معطل حالا که اومدم تو شما دارین تشریف میبرید اونم تو وقت اداری؟ عجب گیری کردی الو نعمت رو بفرست بیاد کی اونجاست خب البته این ریزه میزه از خودت هم میتونی بیاد سیریش داریم بودو کار دارم تجالت بکش آقا درست حرف بزن سیریش چه بنده تای 308 ما خدمت شرافت مندانه یه قرونی مرور نکردم حالا باید برای پول عمل جراحی نهی تنبونه ما بکشم با این دهن به دهن امثال مثل تو بشم نه آدم باش ول کن آقا چونه اونه بگی چه دلی منه میگی من باید اینجا تکلیم روشن بشه خیلی هم آقا سکته میکنی کار دست من میدی بفرما گزارش تو میدم آقا اختشاش نکن خیال کردی نفهمیدم تو وقت اداری چی کار میکنی عزیزم به جایی که به کار مردم برسی تجدید فراش میکنی نگران اینی که مشکی پرکلاقی شدی یا بلوطی تیره رنگ خوبه بیت المال چطور از جلوت پایین شوهرت سر نرسه سلام منم برسون بهش حالا اگه اومد نمیاد بگم نمیاد دو ماه نیومد یه سر بزنه حالا بعد دو ماه اگه امروز عشقش کشید بیاد سر بزنه چی کار باید بکنه اومد اومد واسه رفتیم جوریه با کم بودمون چی هست امکاناتی که لازم داریم اگه با نگهدار آقا نگهدار آبرو خوردن حیا رو قی کردن شهر هرت آباد نگهدار باز خودشه؟ این پس راستی راستی باورش نه تا اینجاش رو خوب رفته میگه پنیمون چجوری زیاده تو رو نشنیده؟ ویس کریئتور دخترت پیش ماست امشب یه فیلم تحویل میگیریم فردا 30 میلیون تومن پول آماده میکنی وگرنه با جنازه دخترت مواجه میشی تمام اون مطمئن باش ککشم نمیگه من خودم نگرانت شدم چطور ککش نمیگه زدم بهش میگم آقا جون ببین من حالم خوش نیست من کلافم حالم داره به هم میخوره
میخوام میخوام بکنم برم از این خراب شده. اونم میگه به سلامت دیگه. آره میگه که بعدشی سر خود شوهر کردی. آره بکش. میگم خیلی خوب پدر من شوهر کردم باشه قبول. و بچه تو هستم یا نه؟ نگفت من قید شما دوتا رو خیلی رخته که زدم؟ من که ده بار گفتیم. اون مطمئن باش پای آبروش وسط بیاد هیچی برشون. فقط تو تهران نبیشه حاج آقا حامدی نمیدونم دخترش یه مش عرازه بی آبرو کردن دخترش رو. خدا رو شکر من گوشم یه سال پر. آبرومو بردین، آبرومو نریزید، اینجا آبرومو نبرید، اونجا آبرومو بردید، اینجا آبرومو نبرید. این از ترس آبروش دیگه سیتا که هیچی نیست، 20 تا مادره. آخرین بار یه دیگه جلوی بچه‌هاش آبرو ریزی کرد دیگه. قلم پاتونو میشکنم برین از این خونه بیرون. مطرب خونه را انداختین. چی از این بچه بنگی ها، از این خلاف و کوک بازا، از اینا بعد از اینا بعد میداشت حالش جا میمنی. تمام بدبختیش اینه که این در و دافی ها رو شکار کنه، اینا با اینا خلوتش از بین نره، مکان درست کرده. مامان نسخش رو پیچیده بعد فراریش دادن نوبت مالی. تو چرا به مامان سر نمیزنی؟ حالا بد میشه میرم اونجا اصلا میبینم اینجوری جر شوهرش کوتاه میاد کارم به هم میخوره. آدم خوبی ها. ببین منو باور کن آدم خوبی. من چند بار دیدمش خیلی بهتر از باباست. آره. پیچر مامان نگفتی که به مامان چه گندی بار آوردی؟ چیو بگم؟ راست میگی چیو بگی؟ دیوونه یا تو هم کجات به بیزنس مرا میخوره به من بگو؟ نه به من نگاه کن، تو خودتون اینطوری جمع کنی، یه مش آدم رو جمع کردی دور رو علاف دور رو برخواه چک میکشی واسه من. پس فردا هم باید پاس کن. پس فردا چیه؟ دو ماه پیش باید پاس میشه. اه باری کلا دست درد نکن. ولی اگه میشه کتاب فروشی، DVD، موزیک، کافی شاپ، کافی نت، سالن کوچیکی نمایش فیلم، بعد تو این کاسه های سفالی عدسی میدادی موزیک خوب. واقعا میگم برو دکتری جایی نشون بده خودتو. بعد وقت مردم دارن میمیره نون شب ندارن بخاله، هم ورشکست میشن. تو این اوضاع تو این روزا الان یادت افتاده بیزنس را بندازه. ولی بعد که بهش نگفتم فیلمو میندازیم تو صندوق پستی یکی از همسایه خودمون به زنگ میزنه میگیم بری از کجا بردی تمام گفتمش. همین فعالیت ما اینجا اینه که به دخترها و زنهایی که تصمیم دارن ترک کنن شرایطی فراهم کنیم براشون که بهشون کمک بشه. من خب خیلی خوبه، من مشکلی برای اینکه من فیلم برداری بکنم شما ندارید؟ اگه شما مجوز از بهزیست سلام علیکم احوال شما خوبی دخترم؟ خوبی کاکر جان؟ اگه مجوز از بهزیستی داشته باشه سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هسته آقا دکتر از آسایشگاه سارالا چند بار بهتون زنگ زدم؟ یه خانمی به نام گیلانم براتون پیغام گذاشته. خدا به خیر. آقای دکتر دبیری هم از دوستانی هستن که لطف دارن داوطلبانه به ما کمک کنن. خیلی ممنون. خیلی خوشبختم. با اجازهتون. زنده باشید. فقط با توجه به شرایط خاصی که این دختر رو داره اگه تصویرش میخواد پخش بشه ممکنه مشکلات باشه. نه حتما من اصلا قرار نیست به مشکلات شما اضافه کنم. قرار از مشکلات شما کم بشه. اگه ببخشید. جان. بله بله. من تماس میگیرم. بله 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 خوبی شما؟ نه اصلا منتظر تماستون بودم. دکتر خوبین؟ سارا خانم
سلام. بفرمایید. مزاحم شدم اینجا؟ نه چیزی نیست. بعضی وقتا فکر میکنم کاش به جای دستم چشم و گوشم رفته بود. شما دیگه چرا دکتر؟ بگذاریم. خودت چطوری؟ خوبم. حواست به همه چی هست؟ بله. داروهات و آزمایش هست؟ آره. سلام. برای من نذار. من باید برم. دکتر پس تا نرفتی من سمیرا رو بیارم. باشه. یادت باشه دوشنبه صبح ساعت 7 بیمارستان سوانه سوختگی باش، دکتر رو سینه ببیندت. چشم خیلی ببینی. امید خدا. سیگار تو خاموش کن. دکتر این سمیرا خانم دلش برای شما تنگ شده بود. من گفتم تا نرفتیم بیاد ببینیش. بشین ببینیم. من میرم بچه ها رو ببرم بیمارستان. خب؟ با اجازتون. چی شده؟ سمیرا جان. دخترم. چی شده؟ سمیرا. میتونی؟ معلوم میتونم. کبرا خانم تو با این کمر بلند نه. برو تو انباری جا به جاشون که من میارم. چرا خریدار نبردی پایین؟ سارا آقا حامد اومده منتظره. خانم منشی زاده جان. من باید برم سارا لا. داروی سمیرا رو نوشتم. امشب قبل از خواب باید یه دونه دیاسپام بخوره. از روحیش خیلی خوب نیست. چش دستون درد نکنه. سلام علیکم. برسونمتون. ممنونم. دست درد نکنه. خوشبختم من بقیه پولتون هم بتونم. نه بقیه پول که باشه، چند تا کرایه طلب داری هست. فاکتورش خدمتتون باشه. اینم آزمایش کوکب خانم دخترش. ای وای. هر دفعه نصف جون میشم ببینم تو چه خبر. حق دارین. حامد جان، فقط برگشتی زحمت بکش منو ببر دم مغازه بابای سمیر. من سرویس دارم، ساعت 6 هم شاگرد دارم. میشد بذاریم برای فردا. اب نداره، شاید خودم باشم. شرمنده. نه اب نداره، فقط آدرسشو بده. میدونم الان. من خودم دارم میرم تو کوچه سیگار خوب. خب خانم، دوستت دو خریدای وسط مونده. اونجا میری شلوغ نمی‌کنینا. چه بوی سیگاری هم میدن اینا. خدا خدا هماهنگ کردم اونجا شو بیمار. بریم به سلامت. بچا بودین مگه نمی‌دونن آقا من وقتش فاضل شما که نیست. کارو خانم مرتب مطلقو میگی دیگه. حرفی نزدن. بله. اشکان ببونه هرگز کی؟ نه هرگز بگو نه هرگز بیاد. کدوم نه هرگز؟ سفر خانی بگو بیاد. شما؟ شوهرش هم بگو بیاد. شما چند لحظه اینجا باش؟ در نمیخوام. چه نه؟ نه نه. خب باز میکنم دوباره. در چند لحظه اجازه بدین. اجازه بدین. نرگس این آقا راست میگه، میگه شوهر پدر منو چجوری پیداش کردی؟ نمیدونست اینجا کار میکنه. پدرشو در برده به روز سیاه نشون دادش. خیلی خب بذار خودش حرف بزنه. روم سیاه خانم جون نگفتم شوهر دارم، سه ماه خودم رو گم و گور کردم، به بچه هم هم نگفتم. شبا تو حرم میخوابید، اونجا دیدمش، در دل کردنم برای سوخ آوردمش پیش شما. جون به لبم کرده، ده بار بردمش تک، جلو در همسایه برام آبرو نذاشته، جلو دومادم میگیرتم به باد کتک، تو رو خدا ردش کنیم بریم. خب نمیگه که نشسته کنار ده. ای چرا این چیه؟ خجالت نمیکشه، تازه فهمیده زنده. خیلی خب دیگه تو هم آتیشیشو زیاد نکن. اینا بسه تو اتاق من. خریدار از جلو در برد تو. بعدم درو ببند از بچه‌ها بیام بیرون. تو ببینین خانم چه جوری آبرو ریزی میکنه. یه عمر زندگیم همینه. خیلی خب بریم تو دفتر بیاریمش، تو حرف بزنیم ببینیم چی میگه. چی میگه؟ میگه گو خوردم، غلط کردم، برگرد سر خونه زندگیت، بگم نمیگیرتم به باد کتک. مگه بار اولش معتادی چه میدونستم چیه؟ بابای بچه‌هام مرد از بدبختی زنیم شده. نگات داره دیوانه بازی در میاره. بیا برو یه کلمه باش حرف بزن، شاید آروم شه. به خدا اگه بخواد به زور ببرتم همینجا خودم آتیش میزنم. نه هرگز این حرفا از تو. حالا همسایه‌ها رو میندازه به جون ما.
برای چی اومد اینجا کی؟ اینجا کجاست؟ من برای شما توضیح میدم. توضیح نداره، زندگیشو ول کرد اومد اینجا زیر سرش بلند شده. خب بیاد بگه دردش چیه. برو براش کن برم تو. اجازه که نداریم بیاین. یعنی چه اجازه کیه؟ اینجا کجاست؟ کی میره؟ کی اینجا میاد؟ کی میره میاد؟ آه یه لحظه اجازه بده. شما میتونی برو بگو بیاد. برو اعصاب منو نریش. اگه دلت میخواد برو شکایت کن. خب به خدا میرم شکایت میکنم به فاطمه زهرا. پوست تو اونو یه جا با هم میکنم. زن مردم رو قایم میکنی. زن مردم رو قایم میکنی. زن مردم رو قایم میکنی. زن مردم رو برای چی قایم میکنی؟ عزیزم شما یه کار میتونی بکنی؟ یه لحظه آروم باش. من برای ببینم چی کار میتونم برات بکنم دیگه. خب برو رازیش کنم بیاد بیرون. برو برو باشه. شما یه دقیقه بشین آقا. بشین آفرین. دردش پاک کرده. گریه نکن ببین. تو هم میذارو زخمات بخوره. سرش یه روز میکشتم. هیچکی حرفمو گوش نمیده. چرا عزیزم؟ چرا؟ ببین من که نمیذارم. چرا؟ من نمیذارم بازور تو رو ببره که. من نده کلفتی اینجا رو. گوش کن. میکشم. نه کلفتی چی؟ ولی زیر بار حرفت زورش نمیده. عزیز دارم. تو داری اینجا کار میکنی زحمت. من میگم شاید بتونم باش حرف بزنم راضی بشه بره کمپ. شاید سر عقل من سر عقل بیاد. نمیدونی درد من. گریه نکن. گریه نکن عزیز. دروغ گفتم. چی؟ دروغ گفتم گاز ترکید سوختم. آب جوش باشید تو صورتم. آبی شیشه نشید. هرگز قسم خود اگه شکایتش نکنم میره تر. از بیمارستان در اومدم یه راست را اردو با گفتن سه روز بیشتر نمیده. چیه؟ نرگس جان. یه نرگس یه بیمارستان این روشه. ای خدا برای چی برای چی زندگی تو ول کردی رفتی؟ چی میگی تو؟ چی؟ دو خدا میزنم تیکه پارت میکنم. بزن برو کام جون بر. بزن دیگه برو کام جون بر. تو خجالت نمیکشی؟ زورت فقط تو چاقوته؟ تو رحم داری؟ وجدان داری؟ برو اون بر چه بلایی سرش آوردی؟ پارت میکنم. بیا نگاه کن اینه دست مزش که نرفته شکایت تو بکنه. خیلی کرد تو شوهرش یاد غیرتی دلت بخواد میتونی بکنی؟ بیا برو تو نرگس جون. نرگس جان به خدا غلط کردم. نرگس من ندارم کسی رو. نرگس از دستم بردم. خدا شاهد از دستم بردم. من نمیدونم چی شد. نرگس من بمیرم برای چه شد. نرگس برگرد در حضر دف باز برگرد. نرگس آه من ندارم کسی رو به جز تو. بله بله متوجهم. باشه باشه. شاید شما بفهمی من دیگه حرفی ندارم. تلاش بکنم تا آخر هفته وام پرداخت بشه. بله خداحافظ شما. خواهش میکنم. خداحافظ. خب اینجا نوشتی شوهرت کاسبی داره. وام برای چی میخوای؟ خودم میخوام سیسمونی برای دخترم بگیرم. خودم هم قسطشو بدم. صورتت چی شده؟ سوخته. چی؟ سوخته. گاز پیکنیکی ترکیده سوخته. خیلی خوب باش. بعد تو جلسه بررسی بشه. هفته دیگه بیا پیش خانم رسولی. من کار میکنم خدا. هر چه آدم ضمانت بخوام میارم. خانم منشی زادم که ضامنم. ایشون که سرور ما. ایشالا که موافقت میشه. برو به سلامت. دستتون درد نکنه. خب مادر در خدمت هم بفرمایید. مردم گرفتارن. شما رفتی سراغ تلفن هم چه
خوش رو جا کرد اینجا قصه حسین کرد شبستری گفت از اون سر شهر کوبیده آمدم اینجا به امیدی حال دوباره میخوام برگردم برم اون سر شهر که با یه ده بدبخت بیچاره تر از خودم بریم حق حقوقمون رو بگیریم. خب اون که خدا گره از کارت باز کنه مادر. شما از خدا شما رو وسیله قرار داده که گره گشا باشی. مادر جان حالا اینجا اومدی که ما برای چی کار بکنیم؟ پسرمو گرفتن میگه اگه بخواد آزاد بشه بعد وثیقه بذاری. از کجام بیارم؟ مال و ملال دارم، ملک و مال دارم، خاله عمه دایی پولدار دارم. چه کنم؟ نامیدم نکنی. حالا جرم پسر چیه؟ چه جرم خانم؟ اهل خلاف و حرام و این چیزا نیست. مثل جوانای دیگه رفته خیابون حرفشو بزنه. خب مادر، هر کی خربوزه میخوره بعد پای لرزش بشینه. می‌خواستی بچه‌تو بپایی کارش به اینجا نکشه. کجا بکشه؟ خانم کجا بکشه؟ چاقو کشی کرده یا زبون رو از دیوار مردم بالا رفته بالا مردم خورده؟ من که قاضی نیستم مادر جون، من سند و وثیقه‌ام ندارم. به سلامت. خانم جون عزیز، کار جوان منم را بنه. یه بدبخت بیچاره‌ای مثل من که تو این مملکت هیچ کوفتی نداره بعد عزیزش اون تو بپوسه. بله بله، من تاریخاشون رو چک کرده بودم. خانم رسولی بزن بله باشه باشه، خانم زودتر زنگ زده بودیم. خواهش میکنم. سلام. من کسی نمونده بابا، هر کی میخواست بیاد تا الان اومده بود. آقا جان را بیفت. خواهی سلامتی آقای راننده سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا راننده وایسا وایسا، تو با خانم، تو با خانم، تو با خانم بیا، تو با خانم بیا، تو با خانم بیا. خیلی خوب بابا، حولش نکن میری زیر ماشین. تو با خانم وقت الله تو بیرده باشه میزنه دیگه یک برجو داریم. من در حقیقت علم باشه بیرده جا بیرم گتریرم. ما من گروه آز بیرده آز بیرده باشه 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 بیرده باشه. سلام تو بخورم. سلام بفرم. سلام علیکم. سلام علیکم. چیه؟ سلام چطور خیلی دیر اومدی؟ سلام. ایشالله دست خالی و ناامید بر نگردی. دومین سلامات بلندتر بفرست. سلام سلام محمد آل محمد. آیران ده قربانه، ده کمربندی بری به چراغ مراقم نمیخوریم ها. فرق نمیکنه هر جا برن نزدیکه. برو براگم برو. یه کمی ها بفرم بدتونه برم. بیا بذار تو بخورم. ببخشید بفرما تو بخورم. آقا جان رسیدیم اونجا، امینوبوس که پیاده شدین آرام و بی سر صدا میری یه گوشه. اگر کسی چیزی پرسید هیچ کی هیچی جواب نمیده، فهمیدی؟ وای میسین بزرگتر ما نفت بزنه. یعنی کی؟ یعنی تو بخانو. این علی آقا هم خوب حرف میزنه. روزنامه خانه آقا تقیه هم خوب گریه میکنه. جالت راست شده تا قصه کسی گریه که مرسی جان قربانت برم. رفتیم اونجا بازی در نیاری فدا چم. قاطی نکنی یا کار دست ما بدیم. کاری نکردیم بیا. نه نمیگم خدای نکرده کاری میکنی، ولی میگم یه وقت چیزی نگی که بگن آقا اختشاش کردن آزیم داری باری. فهمیدی؟ این مرشاب کردیم اون مرشاب کردیم. من خواهشم هیچ چیزی هیچی. ببینم نامه برای کارگر جماعت حقوق بشه. اصلا طلب از دست کار از دست طرف کار بگو. ای بی نداره بگو. طلبکارا خودمون تو خونه عین چرا دست باشه؟ بگو وسطش آگهی پخش میکنم. بزن دیگه بگو. بابا چرا وسط دست باشه شدم جلو دور می. میخواستم بگم که عین دزدا خودمون تو خونه قایم میکنم، هیچ جا نمیرم. میترسم برم بیرون میگیرنم. میدونه چیزه قربونت برم، میدونه چیزه اینا سه ماه پیش کارخونه رو فروختن، به هیچ کس هم نگفتن. وقتی یارو که خریدتش اصلا این کاره نیست، میخواد توش برد بسازه، میخواد بکوبت. پس ما چیزه بابا چه بار دست به دست شده. بگو دیگه بار دست به دست. هر دفعه هم یه تعداد کارگرا میریز بیرون. میبینی که اینا هم به صاحبکارمون میگیم، تا به صاحبکارمون میگیم، میگه جنس چینی ریختن تو بازار زیر قیمت تولید داخلی. به من چه؟ در مرزاتونو ببندید. کارگر باید تونشو بده. دفعه قبلم این کارو کردید، فایده ای نداشت. من میگم درست نوم حقوقمون رو ندادن، ولی باید قانونا عمل بکنید. چه بس مگه ما میخوایم غیر قانونی کاری انجام بدیم؟ اینا رو تو تلویزیون ان شاء الله همون نیستم. آقا من خودم خیلی سرم حقوق بگیرم،
الان من رفتم زیر بار منت زنم، او خرج منه میده. آخه این درست خدا وکیلی با کوی می میگم مستظف مستظف ها. من الان 4 ماه کرایه مقب افتاده، چیکار کنم؟ برم یقه چه بگیرم؟ فردا یارو منو بندازه بیرون. دست من نگاه کن آقا، این دست منو ببین، دست کارگریه. با همین دستام خدا شاهد یه عمره دارم نان حلال میبرم تو سفره خانوادم. برای بچه‌ام یه لقمه نان ندارم که. آقا 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 این برنامه نامه دادیم به فرمانداری، به استانداری، به وزارت کار که حقمون رو کی میخواد؟ حقمون کی کجا؟ اینو ببین 17 ساله خشم خور خوردیم، آخرمون روزگارمون امینه، چیکار کنیم؟ ما تو حرف بزن، تو بهتر میگی. چی بگم بابا؟ بنده خدایی حرف بزن. مگه 100 دفعه فیلم نگرفتن شاید توفه؟ کجا؟ با خانم، جان بچه خودت بگم. چی بگم؟ بله میگم. مقامات محترم، مسئولان، آقای یونا خانمونا، هر کی هستین، هر کجا هستین، تو رو به هر کی میپرستی، قدم سر چشم ما بذارید، تشریف بیارید، ببینید ما تو چه وضع بدبختی داریم زندگی میکنیم. وقتی حقوق بگیر بودیم 8مون گروه 9مون بود، الان که دیگه کارخونه هم تعطیل شده دیگه واویلا. اینا هر کدوم 410 سر عائله دارن ها، بعضیا خرج داماد عروس نوه‌شون میدن به اون بدبخت، اون تازه داماده به امید اومد تو این کارخونه استخدام شد، گروه کمرمونو شکونده. چه نفری؟ چی بگم؟ چی نگم مسئولیت برات؟ زب میکنه خب پس میکنم. نفری 40,000 تومان پول خودمون، حق خودمونو ریختیم به حسابمون، خدا عوضتون بده. اما از اون طرف 40 برابر قدمت اجناسا همه رفته بالا. اگر بخوایم از این تو رو بگیم، ببینی آقا، اگه بخوایم درد این تو رو بگیم، بریزیم بیرون به سنگ بگیم 1,000 تیکه میشه آب میشه میره رو زمین. برای همین میگم الان چیزی نگید دیگه خانم. یعنی چیزی نگید بابا، بذار حرفشو بزنه. چی میگی؟ یعنی تو بهتر از این میفهمی چی میگی؟ یه سال پسرمو گرفتن، نه خونه دارم، نه یه وجب زمین از این مملکت دارم. اگر دیوار مرگو جلو بالا کشن نمیشه، میگم خوبشم، میگم خوبشم، میگم جون کدر فرستادمش دانشگاه درسشو خوند، الان 4 سال بیکار رو تو خونه ور دل خودم نشسته، حاضر به هر کار با شرافتمندانه ای هم هست، هر جا میره میخواد استخدام بشه، میگه یا باید پارتی داشته باشی یا باید کار داشته. خانم تو رو خدا حرف سیاسی نزنید در بابا، سیاسی نگاه پی میگی تو ما چی میگی؟ بابا 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 اینجا داشته باشی، کارت اونجا رو داشته باشی، نه عضو اینجا باشی، عضو اونجا باشی. آره خدا رو شکر کلا می‌ذارم هوا، این که بنگ هریونی نشده. وگرنه شما تشریف بیارید تو همین محله ما ببینید، از هر 10 تا جوان طفل مظلوم ببین چند تاشون گرفتاره این بابا دامه. تو این مدرسه‌های راهنمایی داریم با این بچه‌های مرس بنده خدا دارن هروئین جابجا میکنن. آقا آقا هر جایی هم که میریم میگن عیب نداره، درست میشه. چه درست میشه آقا؟ ما کجا بریم بخوریم؟ از کجا بریم بخوریم؟ بچه‌ها ما آبرومند سر و سامون برسونم، الان اینم وضع حالمه. همینجوری هر روز سفیر و سرگردون توی خیابونا دنبال کار بچه‌ام. همین دیگه اینو میدونم دیگه، آخر کار دست خودمون میدیم، همه چی تمام. این فیلم‌ها رو شما به کی نشون میدین؟ ها؟ کی میبینه؟ حالا مثلا گیرم که ببینه کی چی الو الو یه دقیقه بس الو ابو فاز کجا شما؟ چی؟ برای چی برگشتی؟ وایسا دارم قصه کم آگردی وایسا چی؟ خیابان برای چی بستن؟ ما که داری میای خداحافظ شیش آقا رو زیر شده دیگه، اتوبوس ها رو برگرداندن خیابانم بستن. من برگردیم دیگه همه. یعنی چی برگردیم؟ کجا برگردیم؟ تو اصلا از اولی میخواستی نیا خو آقا سرتر کنم برگردم. آقای راننده تو چی کار میگی؟ حرفا داری؟ پولتو بگی برادر من. بابا راست میگه این بنده خودم، راست میگه حق داره. تو کلمه قپی اومدن جا زدین بابا، اصلا بزن تو دهن متحرف حقمون دیگه نمیتونیم بذاریم. ای بابا هر کی دلش بخواد نیاد نیاد، من میرم اینقدر وای میستم اونجا تا بالاخره یه نفر بیاد بگه آقا تو چه مرگی تا حالا بشی آقا جان. آقا جان شروع بشن بونی سر جدتون ما رو تو در سر نزدن. آه
کسی چیزی نمیگه، من باشه نرف میزنم. باشه چلو خلوق نکنی. آره دستی برو 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 چشم خودمون الان میریم. چشم چشم نزیزه بفرمین الان میریم قربان. چشم آقا سلام علیکم. خسته نباشی. چرا ایستادی؟ حرکت کن مینیبوس، حرکت کن. اینجا سلام علیکم. خسته نباشی. این بنده خدا ما رو آورده اینجا، اجازه بدید ما پیاده بشیم برگرده. نمیشه. بله. تجمع قدغنه. حرکت کن. آقا تجمع نمی‌کنیم. می‌خوایم حرف بزنیم. برادر من کجا می‌ری؟ نماینده بیاد وقت بگیره. هیچکی از ماشین پیاده نمیشه. آقا چی جواب بگیر بهشون میدی دست ما؟ کی جواب نماینده میگه؟ واکن. بشین بچه‌شون نگو. خانم شما که بقیه مسنطری بگو برگردم برن رد کارشون. باشه بسیار خوب. شما بیا جواب شکم گشنه زن بچه اینا رو بده، من اینا رو رد کنم. آقا ببینم آقا کجا میری؟ بشین آقا. یه مردم ببر اون برو ببینم. آقا برو ببینم. آقا برو ببینم. آقا بچه اصلا من میخوام بشین ببینم کی چی میخواد بگه. بلند شو بذار بیاد بشینه را بیفته. شر درست نکن. چه شر برادر من؟ چه شر؟ تو دین نداری، ایمان نداری؟ والا به خدا ما کارگریم، دنبال حق و حقوق ما آمدیم. وقتی به جرم تحریک کارگرا از پس کله گرفتمت بردمت طالب میشه. بیا پایین. آقا ما شما رو تحریک کردیم. هیچ حرفی نمیزنی. وای سب بذاری تو با خانم صحبت کنی. ببری حرف همه ما یکیه. باز کن در رو که شما تنت میخوره. خودت هم میبری. میبری ببر به جهنم فدای تار موه بچم. باز کن ببینم. برو کنار. کجاشی دریش؟ کجا داری میبری؟ دوربین دوربین صاحبخانه که نیست که. نه یا آقا شکست. سلام علیکم. سلام. من با خانم نوبر کردنی کار دارم، یه نامه باید بهشون بدم. به چه مناسبت؟ یه نامه از طرف حاج آقا رسول رحمانیه. من شوهرش هستم. به چه مناسبت این نامه؟ من وکیل آقای رسول رحمانی هستم. این نامه مربوط به خانم شماست. میگیری من چی میگم؟ من شوهرش هستم. نباید بفهمم این نامه چیه؟ نگفتم شما نباید بفهمین. گفتم باید نامه رو به خودشون بدم. اولا نوبر خانه نیست. بعدش هم اون آقا بیجا کردن نامه برای زن شوهر داره میفرسته. آقای عزیز عصبانی نشین. چی؟ من باید مطمئن میشدم این نامه به دست نوبر کردنی میرسه. شما شوهرشونین، بفرمایید خودتون رشون بدین. اینم کارت من. بفرمایید. خداحافظ شما. دست شما است. چی؟ نگفتم دست به سیگار من نزن؟ ببخش. برو رد کارت.
در رو چرا باز گذاشتین؟ سلام. بیا. برو قربونت برم، برو تو هم مشقاتو بنویس. رضا جان. آقا چی شده؟ بچه رو بفرست خانه سنابر. برای چی؟ فراد برو خانه خالت. لازم نکرده، بذار مشقاشو بنویسه. چی شده؟ اینجوری دستمزد منو میدی؟ یعنی چی؟ بد شوهری بودم برات؟ نه والا. چند وقت نامه میدی و نامه میگیری؟ به کی؟ به کی؟ نامه چیه؟ بد کردم؟ مردانگی کردم بعد 8 سال خونه دل خوردن آمدم سراغت؟ ببین رضا جان، بدبختیمون کم نیست و دوباره قواله کهنه منو بکشی وسط. رو راست به من بگو چی شده آقا جون؟ ها؟ چی شده رضا جان؟ تو از همون اولم بی‌معرفتی به من نشان دادی. مطمئن من خر بودم نفهمیدم. چرا قول داده بودم به؟ نوزدت بودم زده باشم زیرش؟ تمام خشمالای کور و پس خانه من مسخره میکردم، میگفتم بدبخت معلومه میره سراغ اون حاجی کارخانه دار، نه تو کارگر ساده. گفت خورد هرکی گفت اونا میامدن زیر پر و بال من بیکس و خواهر برادرمو بگیرن. بدبخت خامت کرد. بس نیست 10 سال داری میزنی تو سرم که بیوه اومدم تو خونت؟ مگه نبودی؟ من اومدم دنبالت. بد کردم؟ نیکه تو هم منتظر نشسته بودی؟ خدا نخواست زن بدبخت زنده بمونه. بپرس داد تو سیغه حاج رسول. سیغه حاج رسول بودم، الان زن تو مادر بچهاتم. خوبیت نداره با من اینطوری حرف بزنی. آه خوبیت داره که زن من باشی و بعد دوتا بچه به شوهر قبلی نامه‌نگاری کنی. دوتا بچه هم جلوم پرپر بزنن اگه من بدونم اون پیرمرد الان زنده است یا مرده. پس این چیه؟ چه میدونی ها؟ بدبخت دلم برای سوکه آمدم دنباله. پشت سرت میگفتن حاجیه چند سال کیفیشه باهاش کرد، بعد که سکته کرد بچه هاش یه تیپا زدن دختر دادگر یعنی انداختن بیرون، باباشون رو برداشتن بردن خارج. بخوام ببینم چی نوشته. من چه میدونم چی نوشته، برو هر کاری دلت میخواد بکن. چرا اینطوری میکنی رضا؟ نکن، خدا ازت نمیگذره. این چه کاریه میکنی؟ خدا اگه من یادش بود ناخورتو نمیشدم. اینجوری باید سر من تو دیوونه شدی؟ آره دیوانم. بگی بخونم یک کلمش جا بندازی یا به جان مادرم روزگار اتسیا میکنم. بخوام نوبر خانم. خاک بر سر من. نوبر خانم من بدبخت کارم به کجا رسیده؟ باید بشینم نامه عاشقانه یکی دیگه که برای زن من نوشته رو بخونم. بخون. امیدوارم سلامت باشی. میدانم که خدا را شکر به عقد مرد زحمت کشید در آمده ای، زندگی آرام میداری. بدبخت بیچاره، همه جیک پوک زندگی منو براش گفتی ها؟ رضا جان من به کی قسم بخورم؟ من هیچ خبر. صدا در نیاد، فقط بخوان. خبر فوت مادرت رو در زندان هم میدانم. خدا بنده های خاص خودش در این دنیا را امتحان میکنه. تو که خاص‌ترین ملائکش بودی. ملائکه؟ ببین حاج آقا چه کرده برات. بخوان. دخترهایم از روی علاقه خواستن که به من خدمت کنن، ولی هیچ وقت نفهمیدند
خوشبختی چیزی نیست که کسی از بیرون ببیند. خوشبختی تو دل آدمه. اینو هیچ کس نفهمی. بذار برم، نمیخوام صدام بره بالا. بچه هم بفهمم. تو اگه بچه میفهمیدی این بیهایی ها نمیکردی. مگه من براش نامه نوشتم؟ لابا تو خواهی بسید یک کارگره بدبخت بیچاره از صحابه یه چیه زندگی نیه. تو اگه انصاف داشتی اینجاشم میفهمیدی که من از اون بیخبرم. معلمت از کار دستی تعریف کرد مادر. تو حالت خوبه؟ آره خوب میدونم دختر خشنگی. من حالم خوبه عزیزم. خانومم شیرین جان، شیرین بابا، شیرین قهر کرده. خودت بیا اینجا کارت دارم. بیا. میشه اینو برای من بخونی بابا؟ از او اولاش نخونی ها. خب؟ وسطش رو. یه ذره بد خطه. عیبی نداره. تو میتونی بخونی. خوشبختی توی دل آدمه. اونجاش نمیخواد بخونی بابا. برو پایین تر. شاید وقتی این نامه به دستت برسد که من زنده نباشم، از تو نوبر خانوم عاجزانه میخواهم حلالم کنی. هیچ کس جز من باور ندارد که مناعتب یعنی چی؟ بقیشو بخوان. حالا تو مانع از چشم داشت به مال دوینا، اما اجازه بده که من برای آن که راحت بمیرم کمترین کاری را که آرزو دارم بکنم. خانه کوچکی پیش کش. امیدوارم این آخرین خواسته من را قبول کنی. کسی که همیشه دعا گوشت سعادت زندگی نو تو در کنار همسر و فرزندانت رسول رحمانی بهار 1390. جای دریک جا در یک گوشه دنیا که خانه من نیست.
دو سه تا اینجوری میاد. آخه دختره به این خوشگلی، به این نازی رگ زدن نداره که مادر. حالا تو تازه انقدر راه داری. سارا خانم خوب هست. باید آمین. عروس بشی، مادر بشی. برو بالا. بهش آب زیاد بدیم بخوره. یه دو روزی هم سرگیجه داری ها. برو به سلامت. خیلی ممنون. خواهش میکنم. بذار تو جیبت خانم، مواظب به دوستت باش. مادر منم به همین درد گرفتار بود، آخرش هم همینطوری مون. برو به سلامت. خدا بیامرز. بریم. ببخشون معطل شدیم. من چیزی گفتم؟ نه چیزی بگین، دارم میبینم. خانم ارشد زنگ زدن گفتن خانم ارشد مسافرتن. خانم منشیزاد منظورم حرف زدم باش. خیلی دراز بکشی؟ من اگه دیگه حرف نزنم حل دیگه، چون خسته این شما. من خسته نیستم. هم خسته این هم عصبی. من نه خستم آقا حامد، نه عصبی هم. شما من اگه حرف میخواییم بزنین حرف بزنین، ولی مسخره نکنین. من کی مسخره کردم شما رو؟ من دارم عرض میکنم خود عرض من... همین عرض عرض کتاب نخون آقا حامد، حرف بزن خانم. گیر نده به حرف زدن من. آفرین این حرف زدن شما. آخه یه کاری میکنه آدم حرف زدن خودش یادش میره. میگم دکتر ادبیات که نیستید، تاش قرار بوده مهندس مکانیک شی که نشدی. خب اون وقت الان این مسخره کردن نه. نیست الان شما من مسخره نمیکنید. نه نشدی. شدی؟ نه نشدم. درست میگی شما. من همون یه تاکسی در گاهی در اختیارم. آب دارین تو ماشین؟ آب نوه دادم خدمتون که. آب آقا حامد، آب میخوام. الان نگه هم میدارم به جا میگیرم. من نمیخوام بشتم. یه بطری زیر این صندلی بود. بس کنیم بزیر ببینیم. ببخش فقط اگه داشته باشی. تو آدمیم داریم حرف میزنیم دیگه، مانیفست نده. دو تا آدمیم داریم حرف میزنیم که خب باید فرصت بدین آدم حرف بزنه. حرف بزن. حرفم اینه میگم شمایی که اینه یه فرشته بلند. ای بابا خودت میگه حرف بزنیم، بعد متلک میندازی، تیکه میندازی، میگی فرشته. اون موقع اومدنی میگی مادر ترزا. نه به والله من منظور نه. حالا خیلی خوب این لغت فرشته شاید من باید لغت بدیه، ولی من حرفم اینه میگم شما بالا میشی از این سر شهر پا میشی میری اون سر شهر. اشکالشه؟ نه اشکال که نداره هیچی. خیلی هم جای تقدیر داره. دست شما درد نکنه. خب ببین من میگم عصبی این قیافه خودتون رو نگاه کنی. نه میدونی مسئله چیه آقا حامد؟ شما چون دمت هم گرمه، دمت واقعا گرم، ولی چون شما مثلا یه کار بزرگی کردی پاشم وایسادی. کدوم کار بزرگ؟ ای بابا بهترین
دانشگاه این مملکت درس می‌خوندی، یه چیزی گفتی، پاش وایسادی، ستاره دار شدی، اخراج شدی. خانم من که اصلا اومدم این حرفا رو بزنم به شما. شما نمیگی که ریا نشه، ولی همه مرکز میدونن. نه ببین، پس دیگه نگی مطلق نندازی. ببخش. حرفم اینه، نمیگم چون شما یه کار خیلی بزرگی کردین، قرار نیست فکر کنین که دیگه بقیه کار بزرگی ندارن میکنن، یا مثلا دیگه کار بزرگی نمونده کسی بکنه. داریم مگه مسابقه میدیم که ببینیم کی کار مثلا بزرگ داره میکنه، کی کار کوچیک داره انجام میده. من اصلا حرفم اینه، میگم شما با این انرژی که میذارین، با این توانتون، با این وقتی که صرف میکنین، میتونین کار بزرگتر بکنین، میتونین یه کار ریشه‌ای تر بکنین، یه کاری بکنین که روزی 100 تا از این سمیرها ماهی ندین دست کسی، ماهی گیری شعار میدی آقا. چرا شعار؟ شعاره دیگه. نه خب چرا شعار؟ چرا یه جوری حرف میزنی انگار من دارم مثلا حرف مفت میزنم؟ نه حرف مفت نمیزنی، ولی حرف قشنگ میزنی. خب حالا اصلا حرف یه حرفی هم اگه قشنگ باشه مگه ایرادی داره؟ نه شما این قلاب ماهیگیریو به من نشون بده، من میدم به اینا. اصلا نمیفهمم چی میگی. خانم خیلی ساده است، من کمک کردن یه جور دیگه میبینم. من میگم به یه وضعیتی فکر بکنید که بتونیم یه شرایطی رو به وجود بیاریم که روزی 100 تا از این سمیره ها آواره خیابون و نمیدونم کوچه و اینا نشن. روزی چند نفر از اینا اووردوز میکنن، خودزنی میکنن، میمیرن. اصلا کسی متوجه میشه؟ نه ولی نه. چون نمیشه برای همشون کاری کرد، پس برای اینم که میتونیم یه کاری بکنیم نکنیم. نه من کی گفتم اینو میگی دیگه؟ نه من هم چرفی نزدم. آمد بس ما گوشمایی‌هامون رو بندازیم تو دریا، یکیش هم جواب بده. خب الان حرف قشنگر کی داری میزنه؟ خب شما داری میزنید دیگه. شما هم کار مهم ما رو بکن. من اگه این کارا رو میکنم برای خودم میکنم، خودم احتیاج دارم که خیلی خوب برای خودم که این کارو بکنم. نه یه دقیقه اجازه بدین من نه یه سوالی من میکنم ازتون. شما الان این کارا رو دارین میکنین، خوشحال میشین؟ آره. راضی میشین؟ آره. خب بکنین. خیلی خوب. خب من همینو میگم، من میگم خودتون یادتون نره. من حرفم همینه، من حرف بدی نمیزنم. حرف شما حرف بدی که نمیزنید، قیافه حرف زدنه. خب شما اصلا قیافه منو کجا دارین میبینین؟ شما از اون پشت حرف منو دارین میبینین؟ قیافه حرف زدنه دارین میبینین؟ فندکتون رو میدین؟ زیاد میکشین. دو نفریم اومدنی، یه دونه کشیدیم، الانم یه دونه دیگه. ببخشید ماشینتون رو دودی کردیم، خونی کردیم. شما دودی کن، خونی کن، نزن ما رو. یه کاری تو رشته خودت نمی کنی؟ تاکسی آخه چیه؟ خیلی پیشنهاد خوبی بودا. من تعجب میکنم چرا یه همچیزی به فکر خودم نرسیده هیچ وقت. قشنگ یه جوری حرف میزنی نگاه، توی مملکت زندگی نمی کنی نا. میگم 3 سال خانم کوکار، 3 سال درس خوندی، یه کاری با اون 3 سال با اون تاکسی آخه. چرا فکر میکنی؟ نه چرا فکر میکنین که مثلا من با خودم قراری گذاشتم درس و دانشگاه رو همه چی رو ول کنم، مالنشم برم رو تاکسی مردم کار کنم، مثلا برم به بچه مردم درس بدم و سرویس بچه هاشم، بیام تاکسی گاهی در اختیار شما و مؤسسه بشم که خرج خانواده رو بدم؟ نه میگم از نه. ولی از این تریپ مسافرکش تحصیل کرده اخراجی بعدت هم نمیاد. خانم چرا این حرف رو میزنی؟ نزنی این حرف خانم. میدونین چیه خانم؟ شما ببخشید، همیشه اون مدلی که دلت خواسته زندگی کردی، منو خیلی های دیگه اون مدلی که مجبور بودیم زندگی کردیم. آقای حامد، اون مدلی که من دوست داشتم زندگی کردم مدل آسونی نبوده. بعدم ببخشینا، دهنم هم سرویس شده، تا آخر عمرم هم باید تاوانشو بدم. حالا ما هم نگفتیم آسون بوده، برای همینم من میگم شمایی که اصلا بهت نمیاد که چی نمیاد. نه. آقا حامد چه جوری باید باشه که به آدم بیاد؟ نه من نگفتم جور خاصی باشه. نه آخه دقیقاً شما فکر می‌کنید جور خاصی باشه، یعنی فکر می‌کنید اینجا جای عجیبیه، بعد خودتو جدا می‌بینید. من اینجا بودم، شما هم میتونی باشی، میتونستی باشی، الان هم میتونی باشی. خیلی خب، حالا خدا رو شکر من نداشتم تجربهشو. نبود خیلی خوشحالی نبودی؟ نه الان من ناراحت باشم که تجربهشو نداشتم. نه حق داری، خوشحال نباید باشم. نه تصوری از اینکه ترک کردن یعنی چی نداری. ولی میتونم بفهمم که چی رو میتونی بفهمی؟ چطوری میتونی بفهمی؟
ببین من نه چون خودم ترک کردم بگم خیلی کار مهم یا نه، اینا دارن کار مهمتری میکنن. خانم ببین اینی که دیگه همه اینو میفهمن که به هر حال چه کار مهم شما انجام دادین. آره اراده فوق العاده بالایی هم میخواد، اصلا کار هر کسی هم نیست. آره کار هر کسی که اصلا نیست. خیلی خوب میخوام بهت بگم که خیلی خیلی از اینا هم میخوان ترک کنن ولی نمیتونن چون شرایطشون ندارن. خیلی خوب شرایط یعنی ببین من از اصلا دارم همینو میگم. میگم که یه دقیقه شما به من اجازه بده، من دارم میگم شرایط رو باید یه جوری تغییر داد. وقتی همین بلا رو سر خودم آوردم این شانس رو داشتم، مامان بیچارم بالا سرم بود، پس گردنم این بچه گربه گرفت از این کلینیک به اون دکتر تا من ترک کردم. خیلی. من از شما معذرت میخوام که این امکان رو داشتم. خیلی ببخشید که من این شرایط رو داشتم. بعد حالا چون من این شرایط رو داشتم به اینا که ندارن این شرایط رو نباید کمک کنم. آره چی گفته که کمک نکنین؟ کی اصلا ارزش کار شما عرزش، که اصلا بدونه ارزش وای نه. وای آقا من چی میگی ارزش چی میگم خانم من دارم ارزش گذاری میکنم. یه ثانیه اجازه بدین من اگه ارزشی دارم ارزشم به اینه که ترک کردم. خانم یک ثانیه به من اجازه بده. خانم شما اصلا فرصت نمیدی من حرف بزنم. خب یه رسیدیم دیگه، یه همش ترک کردم ترک کردم ترک. خانم خب مگه ترک نکردی که زندگی عادی تو بکنی؟ خب بیا بکن دیگه. همه شما داری حرفشو میزن بعد به من میگی من مانیفست میدم. اگه ورشین یه حسار دور خودتون کشیدین، نه حاضرین یه نگاه به اون ورتون میکنین، نه حاضرین یه نگاه به خودتون میکنین. همش حرفش اصلا خانم به نظر من شما ترک نکردین، شما هنوز تو ترکین. میشه آدم اینقدر غافل بشه از خودش؟ حرفتو بزن آقا. حرفمو دارم میزنم، دارم میگم داریم میرسیم. حرف اصلی تو بزن. حرف اصلیمو دارم میزنم، دارم میگم خدمتتون. خوشت میاد از من؟ من عوض میخوام متوجه نشدم چی فهم بودی؟ خوشت میاد از من؟ چه سوالیه خانم شما؟ سوال عجیبی نیست یا آرست یا نه، خوشت میاد از من؟ نه ترس جواب بده. از چی بترسم؟ نه نمیدونم از این که به یه کسی تو شرایط سارا میشه اصلا همچین چیزی رو گفت یا نه. خانم شما خودتون سوال میکنید، خودتون هم که جواب میدین. راست میگید، بگو بگو. هم میگم یه دقیقه صبر کنین، شما بازجویی که نمی کنین که. ببینید نمیدونم، شاید داشتم فکر میکردم. دوست داشتنی که فکر بخواد دیگه، تکلیفش روشن. من به شما گفتم من شما رو ببخشید خانم، شما شنیدیم من میگم خانم بگم من دوستت دارم؟ نگفتیم نداری. نه نگفتیم نداری. نه اصلا حرف نزدم. حرف که حرف نمی، حرف میزنی تو. تا اینجا هم که من بحثو کشوندم گفتی. ببینید یه وقتایی میشه آدم تو زندگیش پیش میاد که یه جوابای احتیاج داره که تکلیفش با خودش یه خورده روشن. نمیدونم حالا شما تا حالا شدین همچین چیزی که میگم؟ من تکلیفم با خودم روشن شده. خب حالا شما فکر کنید که من احتیاج به یه جوابایی دارم که تکلیفم روشن بشه؟ جواب میخوای واسه سوال بپرسید؟ میپرسم. بپرس. خب شما چی؟ من چی؟ خب سوال شما میگی سوال بکن در سوال شما چی که سوال نیست. خب دارم میپرسم دیگه، میگم دیگه، میگم شما چی؟ شما تا حالا شده که به من فکر کنین؟ نه. نه یعنی تا حالا پیش نیومده به من فکر بکنین؟ نه. یعنی از من خوشتون نمیاد؟ نه. تمومه؟ نمیدونم تمومه؟ خب ببین اینجوری نمیشه که من
من بحث رو رسونم به اینجا که شما جواب بدین، من اینو بگم تکلیفتون با خودتون و زندگیتون روشن بشه. خب اون که دست شما درد نکنه. خیلی ممنون که تکلیف من و زندگی ما همه چه با هم دیگه یه جا روشن کردین. خیلی هم ممنون، مرسی. ولی من بالاخره یه سوالایی دارم. من نمیخوام دیگه حرف بزنم. نخوام، نمیشه. من نمیخوام حرف بزنم. لطفا این بخواین، برای اینکه حالا من یه سوالی برام پیش اومده. من الان سوالم اینه، میگم شما به من گفتین نه، این نه، مشکل منم یا مشکل خودتونی؟ چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه خانم. چه فرقی میکنه؟ خانم لطفا این سوال منو جواب بدید. اگه مشکل منم، اون وقتی اصلا من اصلا دیگه حرفی ندارم. تموم. فکر کنم مشکل منم. اگه مشکل شما این که حله. چی حله؟ حله دیگه. چی حله؟ خانم شما فکر میکنید من تو این مدت کم با خودم فکر کردم، کم با خودم کلنجار رفتم که اصلا ببینم اصلا شدنی هست؟ من میتونم اصلا بین من و شما میشه؟ خب بالاخره من میدونم. چی میدونی؟ سارا خانم من بیشتر از این باید چیزی بدونم که شما میتونین زخمای سمیرای HIV مثبتو بدون دستکش پانسمان کنی. سارا خانم حله. نه نه مهم نیست دیگه، عادت کرد، معلوم کار میکنم. این حرفا چیه؟ ببین گوش کن هیچ فیلمی هیچ وقت تو هیچ کمدی نمونده. بالاخره یه روزی یه جایی دیده شده، چه ما باشیم چه نباشیم. آره